انسان‌هایی هستند که کارشان تخریب شخصیت دیگران است، ولی این یک امر غیر معمول نیست، بلکه حتی نادان‌های تهی مغز سیاه دلی هستند که خداوند متعال را هم دشنام می‌دهند. پس چه برسد به انسان‌ها؟ اگر شما مورد تخریب شخصیت قرار می‌گیری، بدان که چون منحصر به فرد هستی، در معرض جنگی نابرابر و حملاتی بی‌رحمانه و انتقادهای مخرب قرار داری و پیوسته تو را خرد می‌کنند و عمدن مورد توهین قرار می‌گیری. چرا؟ چون تو توانایی ساختن و افروختن چراغ را داری و آنها تو را رها نخواهند کرد، مگر اینکه نردبانی به بلندی آسمان درست کنی و از آن بالا بروی. اما تا زمانی که میان آنها هستی، چیزهایی میشنوی که دلت خون میشود و چشمانت گریان. توجه داشته باش، اگر بر زمین بنشینی هرگز نمیافتی. کسی از شیر مرده نمیترسد، ولی آنها از تو متنفرند، چون تو از آنها از نظر علمی و یا ادبی و یا اینکه در نیکوکاری و یا ثروت بالاتری و در نظر آنها تو گناهکاری هستی که توبت قبول نمی شود تا اینکه از تمام موهبتهایی که داری اعلام براءت کنی و از تمام صفات خوبی که داری خود را جدا سازی و به انسانی نفهم و جاهل و دست خالی و گدا تبدیل شوی. دقیقاً این همان چیزی است که آنها از تو می‌خواهند. اما تو استقامت داشته باش. در مقابل تمام این حرف‌ها مقاومت کن و همانند صخره‌ای سفت و سنگی باش که از باد و باران و گرما و سرما ابایی ندارد. اگر به حرف آنها گوش دهی، آنها تو را به همان چیزی که می‌خواهند تبدیل می‌کنند. ولی صبر پیشه کن و از آنها درگذر و نسبت به مکروکیدشان بی اهمیت باش، چون تخریب شخصیتت توسط آنها همانند پیشینه قابل احترامی برای تو می باشد. زیرا که هر اندازه سنگین تر باشی، به همون اندازه مورد حمله مخربین شخصیت قرار می گیری. از قدیم گفتند در دروازه را می شود بست، اما دهان مردم را نه، ولی می توانی آنها را با پشت گوش انداختن ناراحت تر کنی. بگو با کینه خود بمیرید. حتی می توانی با کمک و نیکی کردن به آنها خوبی خودت را بیشتر به آنها نشان دهی. اگر می خواهی همه تو را دوست داشته باشند و همه به تو احترام بگذارند و کسی تو را تخریب نکند، بدان که پا در وادی غیر ممکن نهاده ای. رضایت مردم هدفی دست نیافتنی است. پس سعی کن رضایت الله را دریابی و به تخریب شخصیتت توسط جاهلان و حسودان اهمیتی نده و انفعالی و واکنشگرا عمل نکن تا از مسیر موفقیت خود دور نشوی.